سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز به اعمال سفارش شده شب و روز اول ماه ربیع الاول اشاره میکنیم. ممنون از اینکه امروز هم به ما سر زدین و مثل همیشه با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت میکنید. اگه از برنامه های ما خوشتون اومد میتونید اون رو برای دوستاتون ارسال کنید و برای اینکه در روزهای بعدی هم در جریان برنامه همون قرار بگیرین اون زنگوله رو میتونین فشار بدین. ماه ربیع الاول بهار ماهای قمری است و رحمت خداوند در این ماه بسیار هویداست. اولین روز از ماه ربیع الاول دارای آداب و اعمالی است که مهمترین آنها دعای مخصوص روز اول است. ماه ربیع الاول به معنای بهار اول از ماهای مبارکی است که هر روز و یا شب آن پرفضیلت است. این ماه به جهت وقایعی که در آن رخ داده اهمیت بسیاری برای مسلمانان دارد. در این ماه وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام ولایت یافتند. ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خود سرآغاز برکاتی است که خداوند متعال برای آحاد بشریت مقدر فرمود. یکی از اتفاقات این ماه لیلة المبیت است که در نخستین شب ماه ربیع الاول رخ داد. در این شب پیامبر با گریختن از گزند دشمنان به مکه هجرت کرد و حضرت علی علیه السلام در بستر پیامبر خوابید. مهمترین اعمال سفارش شده در شب و روز اول ربیع الاول: غسل. غسل کردن و پوشیدن لباس پاکیزه در این روز و روزهای مهم دیگر ماه ربیع الاول توصیه شده است. روزه. روزه گرفتن به شکرانه سلامتی پیامبر اعظم و امیر مؤمنان از گزند کفار و مشرکان در اول ربیع الاول یکی از اعمال مستحبی ماه ربیع الاول است. زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام. علما در این روز زیارتی را ذکر نکردند، اما زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام در این روز مناسب است، چرا که خداوند جان این دو بزرگوار را از کفار حفظ نمود. زیارت امام حسن عسکری و امام زمان علیه السلام. شیخ طوسی رحمت الله در مصباح گفته است که در روز اول این ماه امام حسن عسکری علیه السلام به عالم بقای رحلت نمود و حضرت مهدی عجل الله به مقام امامت رسیدند. بنابراین زیارت آن دو امام عالی مقام در این روز نیز مناسب است. خواندن دعای اول ماه ربیع الاول. در کتاب مختصر المنتخب دعای اول ماه ربیع الاول به این صورت است: خداوندا، معبودی جز تو نیست، ای بخشنده و نیرومند و دگرگون کننده و سربلند، پاکی تو و چقدر یگانگی تو عظیم و بی‌نیازیت دیرینه و معبودیتت یگانه و پروردگاریت روشن و جلالت آشکار و زیبایی نعمتهایت والا و کمال ساخته های تو زیبا و بزرگمنشیت با عظمت و سلطت دیرینه است و چقدر در زمین و آسمان نورانی هستی و فرمان روایت دیرینه و عزتت جاودانه و گذشتت کریمانه و بردباریت گسترده و دانشت همراه با اغماز و قدرتت نافذ و نزدیکیت محیط و فراگیر است. به نور دیرینه تو و به آن اسمهایت که همه اشیا را با آن پدید آوردی از تو خواست دارم که بر محمد و آل محمد درود فرستی، چنان که درود، برکت، رحمت و مهربانی خود را بر حضرت ابراهیم و خاندان او فرستادی. براستی که تو ستوده و بلند پایه‌ای و اینکه پیشانی مرا بگیری و به سوی موافقت با خود بکشانی و با نظر رأفت و رحمت بر من بنگری و
حج خانه محترمت را روزیم کنی و روح من و ارواح پیامبران و فرستادگانت را در یک جا گرد هم آوری و بخشش خود را به بخشش دیگر و افزونیت را به افزونی دیگر و خیرت را به برکاتت و نیکیت را به نیکی دیگر به پیوندی. چنان که ساخته هایت را به تنهایی و بر اساس نوآفرینی، حکمت و رحمتت خلق کردی. برابر این توی خدایی که کسی نمیتواند در آنچه تقدیر کرده ای با تو ستیزه کند و توی مالک عزت و نور که رحمت و آگاهیت همه اشیا را فرا گرفته است و توی خداوند پایدار، جاودانه، نگاهبان چیره و توانمند. معبودا، من همواره درخواست کننده بیچاره و نیازمند درگاه تو بودم. پس همه امورم را به اطمینان اعتماد بر خود و بازگشت نیک به درگاهت و خوشنودی به مقدراتت و یقین به خود و واگذاری امور بر خود به پیوند. پاکی تو و جز آنچه را که به من آموخته ای نمی دانیم و تو آگاه و حکیمی. منزه و پاک هست خدا، آری همه آنچه در آسمان ها و زمین هستند فرمان بردار اویند. پاکی تو ای خدا، پس ما را از عذاب آتش جهنم نگاه دار. پاکی تو و من به درگاهت توبه نمودم و اولین مؤمن هستم. پاکی تو ای خدا و تو خود سرپرست ما از میان همه آنان هستی. منزه و پاک است خدا پروردگار جهانیان. منزه و پاک است آن خدایی که و من هرگز از مشرکان نیستم. منزه و پاک است آن خدایی که از آنچه شریک او قرار می دهند. منزه و پاک است آن خدایی که شبی بندش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که پیرامونش را برکت دادیم سیر و حرکت داد تا بخشی از نشانه های عظمت و قدرت خود را به او نشان دهیم. یقیناً او شنوا و داناست. منزه و پاک است خدا هنگامی که شام و صبح می کنید و ستایش خدا را در آسمان ها و زمین و به هنگام شامگاه و آنگاه که ظهر می کنید زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می کشد و زمین را بعد از مرگ زنده می گرداند و شما نیز در قیامت این چنین بیرون آورده می شوید. خداوند پاک و متعال است از آنچه شریک او قرار می دهند. پاک و بسیار منزه و متعالی است خدا از آنچه درباره او می گویند. منزه و پاک است پروردگار ما و وعده او حتما وقوع خواهد پیوست. منزه و پاک است خدایی که ملکوت هر چیز به دست اوست و شما به سوی او بازگردانده می شوید. منزه و پاک است خدا و فرشتگان بندگان گرامی هستند. منزه و پاک است خدای یگانه و چیره. گفتند پروردگارا تو را به پاکی می ستاییم. مسلماً ما ستمکار بوده ایم. پروردگارت که دارای عزت است از آن چه او را به آن توصیف می کنند منزه است. و درود بر فرستاده شدگان و ستایش خدا را که پروردگار جهانیان است. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را با برکت و فرخندگی این ماه آشنا گردان و خیر آن را روزی من کن و از شر آن بازدار و از رستگاران در آن قرار ده. به رحمتت ای مهربان ترین مهربانان.